فصل بیستم ازدواج با آدم بیشعور وقتی فهمیدم عشق از زندگیمون بیرون رفته که دیگه سیگارش رو در هنگام بوسیدن من از لب بر نمی داشت. ماری جین همسر یک بیشعور شاید هیچ چیز در زندگی از این تکان دهنده تر نباشه که روزی از خواب برخیزیم و دریابیم که یک آدم بیشعور تو رخت خوابمونه بعضی آدما این حقیقت تلخ رو در همون شب اول عروسیشون میفهمن. بعضی تا سالها بعد نمیفهمن. مدت زمان فهمیدن این واقعیت اگر چنین چیزی روی بده اهمیت زیادی نداره. اون چه مهمه درک معنایی یک زندگی با یک همسر بیشعور متزمن اونه. روش هایی که برای سر و کار داشتن با همکار یا دوست بیشعور به کار میره برای همسر بیشعور کاربردی نداره. پس چه کارایی میشه کرد؟ زیاد نیستن. یک، طلاق. این کار چندان پیشنهاد نمیشه. چرا که فقط یه کار هست که از زندگی مشترک با آدم بیشور از آباورتره و اون جدا شدن از اوست. اگر از بند و بساط دادگاه جون سالم به در ببرید و مخارج این کار کمرتون رو نشکنه، همسر قبلیتون در باقی عمرتون همیشه شما رو تعقیب خواهد کرد و زیر نظر خواهد داشت تا مطمئن بشه از کاری که کردید پشیمون هستید. البته احتمال اینکه تمام عمرتون رو در پشیمونی به سر ببرین بسیار بالاست. چرا که هر کس یه بار در زندگی دل به بیشعوری ببنده، حق داره که تا آخر عمرش انگشت ندامت به دندان بگزه. دو، فرار به یک کشور خارجی با نام مستعار. این راه بهتره. اما به خاطر مواردی که در گزینه طلاق مطرح شد زیاد عملی نیست مگر اینکه با زرنگی بتونید قبل از خروج از کشور وانمود کنید که مردید س خودکشی با احتیاط به اندازه گزینه دوم جالب نیست اما از گزینه اول مفیدتره اشکال این روش برگشت ناپذیری اونه. چهار آدم کشی با احتیاط اخلاق پزشکی اجازه نمیده این روش یا روش قبلی رو توصیه کنم. با این حال، یه وقتهایی واقعا چاره جز این کارها نیست. اگر احتیاج به کمک دارید، دوست خوبی دارم به نام گویدو... ام... پنج یاد گرفتن زندگی مشترک با آدم بیشور این گزینه رو بررسی می تنها راه حل همینه و البته این کار ممکن نیست مگر اینکه چند نکته رو در ذهن داشته باشین یک قبول کنین که نمیتونین به زندگی ایدئال دست پیدا کنین شاید دفعه بعد هر چه زودتر انتظاراتتون از زندگی زناشویی رو پایین بیارین به نفع خودتونه این کار به ویژه کمک میکنه تا از یادآوری این مطلب افسرده کننده که فقط شما بودید که این بیشور رو به همسری انتخاب کردید خلاص میشید. دو اگر هنوز افسرده هستید، انتظارها رو باز هم پایین تر بیارین. اونقدر پایین که حتی از ازدواج با یک آدم بیشور خوشحالم باشید. به چیزای خوبی فکر کنید که میتونستن طور دیگری باشن. مثلا به این نکته مثبت بیشعوری همسرتون فکر کنید که میتونید با اشاره کردن به اون بچه هاتون رو از بیشعور بودن برحضر بدارید. سه یاد بگیرید که به خاطر وراجی کردن یا برج زهرمار بودن اون جوش نزنین و برای سرکوب کردن کامل احساسات و کمبود محبت خودتون خودخوری نکنین. برای اینکه به طور کامل بیرگ بشید لازم نیست حتما به الکل معتاد بشید. فقط یاد بگیرید که بیخیال باشید. اگه به این درجه از بیخیالی برسید حتی میتونید با چاقو دستتون رو ببرید بدون اون که درد زیادی رو احساس کنیم. چهار جایگزینا رو با احتیاط آزمایش کنید از میان کسانی که آنها هم همسران بیشعوری دارند، دوستانی انتخاب کنید. به این ترتیب، همدردانی پیدا می کنید که می تونید با اونا درد و دل کنین و کمبودای عاطفی و غیرتون رو جبران کنید. دوست من گویدو در بخش و غیره هم فعاله و می تونه با سرویس های عالی هر آنچه رو که بخواید براتون فراهم کنه. 5. تا اونجا که ممکنه با همسرتون مهربون باشین و مدارا کنین. این کار باعث کاهش قابل ملاحظه استکاک ها و آسیب هایی که تا کنون داشتین میشه. مثلا وقتی که از سر کار به خونه میایید، اولین کلماتی که به همسرتون میگین این باشه. معذرت میخوام. به خاطر هر چیزی که به خاطرش ناراحتی معذرت میخوام. این نوع عذرخواهی های عمومی باد اون رو میخوابونه و از ناراحتی بیشتر خودتون پیشگیری میکنه. شش اگه همسرتون بگونه یکی که خوشی ها رو تحمل نمیکنه و اصرار به دعوا و مرافع داره در این صورت با یه بیشعور معمولی ازدواج نکردیم، بلکه با یه بیشعور تمام اگار ازدواج کردیم. در چنین موقعیتی راه حل اینه که به او کمک کنید تا راههایی برای تخلیه مازاد خشم و عصبانیت خودش پیدا کنه. تشویقش کنید که به کلاس های آموزش جنگ چریکی و دفاع شخصی بره. خودتونم حتما کاراته یاد بگیریم. آیا مشاوره های خانوادگی مفید خواهند بود؟ یقیناً بله. همونطور که سرهنگ ساندرز استاد تاکتیک های جنگی و مشاور خانواده در وست پوینت میگه حضور زوج هایی که مشکل بیشوری دارن در مشاوره های خانوادگی مفیده. البته نه به عنوان بیمار بلکه به عنوان آینه ی به این ترتیب که میشه با نشون دادن اونا به زوجایی که مشکل دارن و برای مشاوره مراجعه میکنن کمک کرد تا بفهمند زندگیشون اونقدر هم که فکر میکنن بد نیست. اونا با مقایسه زندگی زناشوییشون با زندگی اون بیش او را قدر هم رو خواهند دانست و علاقه من به حفظ زندگی مشترکشون خواهند شد. بسیاری از مردم ساندرز رو به بدبینی متهم می کنند. البته نه به خاطر اصرارش بر مسئله یاد شده، بلکه به خاطر اعتقاد راسخش به این مطلب که ازدواج بد قابل درمان نیستند، فقط می توان از آنها پیشگیری کرد. توصیه همیشگی او برای مواقعی که احتمال ازدواج جدی میشه اینه که فقط بگو نه